هیپنوتیزم کدوم یکی از امواج مغزی رو درگیر میکنه؟ هیپنوتیزم یکی از پدیده های عجیب و پیچیده ذهن انسانه که از دیرباز مورد توجه دانشمندان و روانشناسان قرار گرفته. در این حالت فرد به حالتی از آرامش و تمرکز عمیق فرو میره که در اون حساسیت حسی کاهش پیدا میکنه و حواس محیطی به حد اقل میرسه. هیپنوتیزم کاربردهای گسترده‌ای در زمینه‌های پزشکی، روانشناسی و حتی کسب و کار داره یکی از حوزه هایی که هیپنوتیزم به اون توجه میکنه بررسی تغییرات در امواج مغزی فرد در هنگام هیپنوتیزم امواج مغزی الگوهای فعالیت الکتریکی مغز هستند که با استفاده از ابزارهای مختلف مانند الکترو قابل اندازه گیری هستند هر نوع فعالیت مغزی با فرکانس خاصی همراه است و این فرکانس ها به چهار دسته اصلی تقسیم میشن امواج بتا این امواج با فرکانس 8 تا 14 هرتز همراه هستند و در حالت بیداری و هوشیاری تولید میشن. امواج آلفا این امواج با فرکانس 4 تا 8 هرتز همراه هستند و در حالت آرامش و تمرکز تولید میشن. امواج تتا این امواج با فرکانس 1 تا 4 هرتز همراه هستند و در حالت خواب سبک تولید میشن. و امواج دلتا این امواج با فرکانس کمتر از 1 هرتز همراه هستند و در حالت خواب عمیق تولید میشن. بریم ببینیم تغییرات امواج مغزی در هنگام چطور هست. تحقیقات نشون دادن که در هنگام هیپنوتیزم تغییرات قابل توجهی در امواج مغزی فرد ایجاد میشه. به طور کلی امواج آلفا و تتا در هنگام هیپنوتیزم افزایش پیدا میکنه و امواج بتا کاهش پیدا میکنه. این تغییر در امواج مغزی نشون میده که فرد در حالتی از آرامش عمیق و تمرکز قرار داره که در اون حواس محیطی به حداقل میرسه. بریم ببینیم انواع مختلف هیپنوتیزم و تغییرات امواج مغزی به چه شکله. انواع مختلفی از هیپنوتیزم وجود داره که هر کدوم الگوهای متفاوتی از تغییرات امواج مغزی رو ایجاد می‌کنند. به عنوان مثال، هیپنوتیزم کلاسیک معمولاً با افزایش امواج آلفا همراه است. در حالی که هیپنوتیزم درمانی ممکنه با افزایش امواج تتا همراه باشه. امواج آلفا در هنگام هیپنوتیزم امواج آلفا امواج مغزی با فرکانس 4 تا 8 هرتز هستند که در حالت آرامش و تمرکز تولید میشن این امواج با تمرکز تفکر خلاقانه و حافظه همراه هستند تحقیقات نشون دادن که در هنگام هیپنوتیزم امواج آلفا در مغز فرد افزایش پیدا میکنه این افزایش امواج آلفا نشون دهنده این هست که فرد در حالتی از آرامش و تمرکز عمیق قرار داره که در اون حواس محیطی به حداقل میرسه. تغییرات امواج آلفا در هنگام هیپنوتیزم میتونه به دلایل مختلفی باشه. یکی از دلایل این هست که هیپنوتیزم باعث کاهش فعالیت قشر مغز میشه. قشر مغز مسئول پردازش اطلاعات حسی و آگاهی هست. کاهش فعالیت قشر مغز باعث میشه که فرد توجه خود را از محیط بیرونی به سمت درون مغز معطوف کنه و به حالتی از آرامش و تمرکز عمیق فرو بره. دلیل دیگه یه افزایش امواج آلفا در هنگام هیپنوتیزم افزایش فعالیت سیستم لیمبیک هست. سیستم لیمبیک مسئول احساسات، حافظه و یادگیری هست. افزایش فعالیت سیستم لیمبیک باعث میشه که فرد احساسات مثبتی مانند آرامش، شادی و رضایت رو تجربه کنه. امواج آلفا نقش مهمی در هیپنوتیزم دارند. این امواج باعث میشن که فرد در حالتی از آرامش و تمرکز عمیق فرو بره که در اون حواس محیطی به حداقل میرسه. و در این حالت فرد میتونه به تلقینات هیپنوتیزور پاسخ بده. بریم ببینیم کاربردهای امواج آلفا در هیپنوتیزم چی هست. امواج آلفا کاربردهای مختلفی در هیپنوتیزم داره. از جمله ایجاد آرامش و تمرکز تقویت حافظه و افزایش خلاقیت در واقع امواج آلفا باعث میشن که فرد در حالتی از آرامش و تمرکز عمیق فرو بره این امواج باعث تقویت حافظه میشن و میتونه برای درمان اختلالات حافظه مانند آلزایمر هم مفید باشه همچنین امواج آلفا باعث افزایش خلاقیت میشن که میتونه در بهبود عملکرد در زمینه های مانند هنر، موسیقی و نویسندگی هم مفید باشه. ممکنه این سال پیش بیاد که چطور میتونیم امواج آلفا رو افزایش بدیم. علاوه بر هیپنوتیزم، راههای دیگه ای هم برای افزایش امواج آلفا وجود داره. از جمله مدیتیشن، تمرینات ریلکسیشن و همچنین موسیقی. مدیتیشن یکی از بهترین راهها برای افزایش امواج آلفا هست. علاوه بر اون تمرینات ریلکس مانند یوگا و تنفس عمیق هم میتونه به افزایش امواج آلفا کمک کنه فراموش نکنید گوش دادن به موسیقی آرام و ملایم هم میتونه باعث افزایش امواج آلفا بشه اما امواج تتا امواج مغزی با فرکانس یک تا چهار هرتز هستند که در حالت خواب سبک و رویا پردازی تولید میشن. این امواج با آرامش عمیق تمرکز و دسترسی به حافظه ناخداگاه همراه هستند تحقیقات نشون دادن که در هنگام هیپنوتیزم امواج تتا در مغز فرد افزایش پیدا میکنه. این افزایش امواج تتا نشون دهنده این هست که فرد در حالتی از آرامش عمیق و تمرکز قرار داره. تغییرات امواج تتا در هنگام هیپنوتیزم میتونه به دلایل مختلفی باشه. قشر مغز مسئول پردازش اطلاعات حسی و آگاهی هست. در نتیجه کاهش فعالیت قشر مغز باعث میشه که فرد توجه خودش را از محیط بیرونی به سمت درون خودش معطوف کنه. بریم ببینیم کاربردهای های امواج تتا در هیپنوتیزم چی هست؟ این امواج برای ایجاد آرامش و تمرکز دسترسی به حافظه ناخودآگاه و تقویت سیستم ایمنی بدن مفید هستند. در واقع امواج تتا باعث میشن که فرد در حالتی از آرامش و تمرکز عمیق فرو بره. این امواج باعث افزایش دسترسی به حافظه ناخودآگاه میشن و همچنین باعث تقویت سیستم ایمنی بدن میشن. مدیتیشن، تمرینات ریلکس و موسیقی هم باعث افزایش امواج تتا میشه.